و خبری از پاکستان. رقیبان سیاسی عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، برای تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، شهباز شریف سمت نخست وزیری را به دست خواهد آورد و آصف علی زرداری رئیس جمهور آینده پاکستان خواهد شد. این در حالی است که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هنوز هم به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر این کشور معترض است. تأخیر در تشکیل دولت در پاکستان که مجهز به سلاح هسته‌ای هم هست باعث نگرانی شده است، زیرا این کشور با بحران اقتصادی در بحبوحه رشد آهسته و تورم بی سابقه، افزایش خشونت‌های شبه نظامیان دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز به یک دولت با ثبات مقتدر برای اتخاذ تصمیمات سخت دارد. بر اساس قانون اساسی این کشور، جلسه پارلمان باید تا 29 فوریه برگزار شود و پس از آن رأی‌گیری برای نخست وزیر جدید برگزار می شود. گفتنی است نامزدهای وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که بیشترین کرسی ها را به دست آورده اند، قادر به مشارکت در تشکیل دولت نیستند، چون به دلیل ممنوعیت فعالیت‌های حزب به طور مستقل در انتخابات شرکت کردند. پیشتر کمیسیون حقوق بشر و نمایندگی‌های سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا در پاکستان هم خواهان بررسی موارد ادعاهای تقلب در انتخابات 8 فوریه در پاکستان شده بودند. افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، با ما همراه هستند. جناب افضل رضا سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما استاد بزرگوار سلام عرض میکنم و همچنین عرض ادب خدمت بینندگان محترم اخبارشی. زنده باشید، ممنون. جناب افضل رضا، آیا توافق تازه احزاب مسلم لیگ و حزب مردم برای تشکیل دولت ائتلافی به ثبات سیاسی در پاکستان خواهد انجامید؟ متشکرم. خب بعد از نزدیک 22 ماه نارمه‌های سیاسی در پاکستان که پس از سرنگونی دولت وقت آقای عمران خان رئیس حزب جنبش عدالت یا همون تحریک انصاف شروع شد و با روی کار آمدن یک دولت ائتلافی، ما شاهد کاهش گرمای این اختلافات در کشور جمهوری اسلامی پاکستان هستیم. هرچند رقبای سیاسی نظر خودشون رو در خصوص سرنوشت انتخابات و نتایج اونو دارن. آقای عمران خان و هوادارانش هرچند با کسب 91 کرسی مدعی برخوردار بودن از قوه تشکیل دولت هستن، اما با توجه به موانع حقوقی و قانونی پیش روی این حزب، انتظار نمیره که اجازه داده بشه یا بتونن دولت آینده پاکستان رو تشکیل بدن. در این وضعیت دو حزب سنتی پاکستان که همواره تاثیرگذار بودند در تصمیم گیری های کلان این کشور، مسلم لیگ نواز و حزب مردم، بعد از سپری شدن 11 روز از برگزاری انتخابات و اینکه هر کدام از حزب کرسی های خودشون رو به دست آوردن، که در بعد از حزب آقای عمران خان حزب آقای نواز شریف با 79 تا کرسی شد و اینکه حزب مردم با نزدیک به 54 تا کرسی در مقام سوم هستند. رهبران این دو حزب بالاخره بعد از 11 روز مذاکرات و بنبست توانستند شب گذشته به توافقی برسند که دوباره رئیس حزب مسلم لیگ نواز و به نام آقای شهباز شریف که تا 2 سال پیش هم نخست وزیر پاکستان بوده دوباره انتخاب بکنند و آقای زرداری که بین سالهای 2013 تا 2008 تا 2013 رئیس جمهور پاکستان بوده رو دوباره به عنوان کاندید مشترک خودشون انتخاب کنه. هر چند ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که نداشتن اکثریت قاطع از کرسی‌های مجلس توسط هر یک از این احزاب، به ویژه احزابی که تصمیم به دولت ائتلافی گرفتن، میتونه یک چالش عمده برای دولت آینده پاکستان، به ویژه در حوزه غلبه بر بحران‌های اقتصادی، مشکلات داخلی، اهم از مبارزه با تروریسم رو باش مواجه بشه. بله.
آقای افضل رضا، هواداران حزب تحریک انصاف که بیش از 100 کرسی مجلس را کسب کردند هنوز به نتایج انتخابات معترضند. آیا با این توافق تازه همه اعتراضات فروکش خواهند کرد؟ خب بر اساس قانون اساسی پاکستان رئیس مجلس سابق که سر مقامش میمونه تا وقتی که پارلمان جدید بیاد مقید و موظف هستش که تا 2 هفته بعد از انتخابات نشست مجلس رو فرا بخونه با توصیه آقای رئیس جمهور و دولت جدید خودش رو تشکیل بده. با توجه به اینکه حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم تصمیم به ائتلاف گرفتن، عملا جایی برای قدرت نمایی و عرض اندام هواداران حزب آقای عمران خان وجود نداره. هرچند اعتراضات اونا همچنان سر جای خودش باقی است، اینا تصمیم دارن تا روزهای آینده دست به تظاهرات بزنن، اما به نظرم حاکمیت در پاکستان این تصمیم گرفته که راه برای یک دولت ائتلافی باز بشه و هر حزبی که از جمله طرفداران آقای عمران خان اگر اعتراض دارن همزمان با تشکیل دولت آینده اینا میتونن به اعتراض خودشون ادامه بدن. بله جناب افضل رضا، به طور مختصر برام بفرمایید که عمر حکومت ها و به ویژه اتحاد احزاب سیاسی در پاکستان همیشه کوتاه بوده. آیا ائتلاف جدید میان مسلم لیگ و حزب مردم شکنندگی های قبلی را ندارن؟ قطعا به همین صورت خواهد. نداشتن هر کدام از این احزاب در خصوص اکثریت کرسی های مجلس یکی از نقاط ضعف این احزاب مقابل همدیگه محسوب میشه. اختلافات اساسی ببیش میان حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم از قدیم الایام بوده و حتی در زمان سرنگونی دولت وقت عمران خان که دوباره یک دولت ائتلافی از متشکل از حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم مشاهده بسیاری از اختلاف نظرها و همچنین گلایه‌مندی از همدیگه بودیم در بحث این حزب و انتظار میره که دولت آینده پاکستان همزمان با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی و تورم و بالاخره بحران انرژی و نبرد با تروریسم ممکنه با اختلافات درون گروهی میان احزاب یکدیگر مواجه باشه. بله ممنونم. افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان با ما همراه بودند.